کسی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که کشتن به تو دیوار. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه نبه ادام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزانی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته که گذشت دستگیری خانواده های جانباختگان خیزش سراسری همچنان ادامه داشت. فرزانه برزکار، مادر جاوید نام، عرفان رضایی پس از خروج از مراسم یادبود جواد روحی به اداره اطلاعات شهر ساری منتقل شد. امیر حسین نجفی برادر جاوید نام، حدیث نجفی و فرهاد زاره برادر جاوید نام، میلاد زاره توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند. همچنین فعالان حقوق بشر از بازداشت دو تن از بستگان جاوید نام، جمشید مختاری به نامهای سعادت مختاری و میثم محمدیان در شهر جونقان خبر دادند. امیر حسین کوهکن وکیل خانواده دادخواه جاوید نام، محمد مهدی کرمی و پدرش ماشاءالله کرمی نیز از افراد بازداشت شده در هفته گذشته می باشد. هنگاو از بازداشت دست کم 70 عضو خانواده های کشته شدگان اعتراضات طی 5 ماه اخیر گزارش داد. حکم تبعید در زندان متهمان پرونده قتل روح الله عجمیان از عوامل سرکوب معترضین در آذر 1401 اجرا شد. در جریان این پرونده توسط قاضی آصف الحسینی از بین 16 متهم این پرونده 5 تن از متهمان به اعدام محکوم شدند و پس از اعتراض سایر متهمین به 25 سال حبس محکوم شده و حکم اعدام 2 تن از آنها به نامهای محمد حسینی و محمد مهدی کرمی توسط دیوان عالی تایید و اجرا شد. روز پنجشنبه 9 شهریور 1402 جواد روحی از معترضین جنبش 1401 که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در زندان نوشهر به طرز مشکوکی جان خودش رو از دست داد. با مرگ جواد روحی بر طبق گزارشاتی مبنی بر شکنجه های شدید جسمی و روحی و قرار گرفتن در شرایط اعدام ساختگی وی، موجب شد تا فعالان حقوق بشر خواهان تحقیقات بین المللی در این زمینه شوند. همزمان با مرگ جواد روحی، حسن جوجه گلوانی، زندانی سیاسی کرد اهل پیرانشهر نیز که پس از اتمام دوران محکومیت 5 ساله خود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شده بود، به طرز مشکوکی جان باخت. در حالی که خانواده حسن جوجه گلوانی از سلامت کامل جسمانی فرزندشان آگاه بودند، خواهان کالبد شکافی جسد او شدند. جهت روشن شدن علت مرگ، اما نهادهای امنیتی مانع کالبد شکافی پیکر وی شدند و مرگ او را در اثر ایست قلبی اعلام کردند. با استناد به آمار ثبت شده در سازمان حقوق بشری هنگاو، از ابتدای سال میلادی جاری یعنی طی 8 ماه اخیر دست کم 6 زندانی سیاسی در زندانهای ایران جانشون را از دست دادند که 5 نفر زیر شکنجه جان باختند. همچنین افزایش آمار اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی بر اساس آخرین آمار از همین سازمان همچنان ادامه دارد. طی ماه گذشته حکم اعدام دست کم 74 زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی به اجرا درآمده که این آمار نسبت به ماه گذشته یعنی ماه جولای 21% افزایش داشته. پسر ملا، نام فیلم مستند که همکنون در حال نمایش بر روی پرده های سینما ها در سوئد هست. این فیلم روایتی مستند از زندگی و فعالیت های روح الله زم، مدیر کانال خبری آمد نیوز است که در زمان حیات وی فیلم برداری شده و پس از روبوده شدن روح الله زم و اعدام او، این مستند با مسیر جدیدی از این روایت روبرو شد. در این هفته گفتگوی ما با ناهید پرشون سروستانی، تهیه کننده و کارگردان ایرانی ساکن سوئد، در ارتباط با ساخت این فیلم خواهد بود. پس از مروری کوتاه بر راه‌های ارتباطی با ما، همچنان با ما همراه باشید.
ناهید پرشون سروستانی مهمان امروز برنامه ما هستند. ایشون تهیه کننده و کارگردان فیلم پسر ملا هستند. با سلام به شما ناهید سروستانی، به این برنامه خوش آمدید. درود بر شما، مرسی. ناهید عزیز، ما مستندات دیگری رو هم از شما دیدیم، فیلم های دیگه ای که ساختید طی این سال ها، و در ارتباط با فیلم پسر ملا دوست دارم به این نکته اشاره کنم که سابقا شما فیلم مستند دیگه از مسیح علی نژاد ساخته بودید. همچنین در طی این فیلم که من خودم دیروز رفتم و تماشا کردم، در بین فیلم دیدم که در ارتباط با کارها و فعالیت‌های علی جوانمردی هم رفتید و سعی کردید یک بازتابی از کارهای ایشون رو هم به نمایش بگذارید. اون چیزی که من دوست داشتم از شما سوال بکنم اینه که جدای از این که تمام این خبرنگاران مخالف رژیم هستند و فعالیت در زمینه اطلاع رسانی انجام میدن، در فعالیت ها و شخصیت روح الله زم چه چیزی رو شما دیدید که باعث شد تصمیم بگیرید که از فعالیت ها و زندگی ایشون یک مستند بسازید؟ راستش من رسانه های خارج از کشور ایرانی که در تبعید هستن رو دنبال میکردم. وقتی که آمد نیوز رو دیدم که مال روح الله زم بود، برام جالبیش به این بود که خبرهایی که میداد خیلی خاص بود. بعد این من دنبال که کردم، دیدم چندم فالوور دنبال کننده داره، مردم نگاه میکنه و اتفاقایی که مینوشت، خبرهایی که مینوشت بعد از اون تو جاهای دیگه مینوشتن. یعنی که من برام جالب بود از کجا میاره این خبرها رو، که بعد فهمیدم پسر یه آخوندم هست. برای من این جذابیت بیشتری داشت که ببینم روح الله کی هست اصلا. دلیلش این بود، یعنی چیز خاص. وگرنه خب علی جوانمردی، مسیح علی نژاد و خیلی کسای دیگه هم توی، یعنی در تبعید برنامه پخش میکنن در مورد مسائل ایران. یعنی من دنبال حقیقت بودم، دنبال خبرایی که سانسور نشده، که متاسفانه ما میبینیم توی رسانه های سوئدی. ما اینجا زندگی میکنیم، خیلی خیلی کمتر در مورد ایران صحبت میشه. هر وقتم که یک اخباری میدن از خود جمهوری اسلامی کپی میکنن و تحویل مردم میدن، و مردم سوئد واقعا نمیدونن در مورد ایران. به خاطر هم برای من مهم بود که بتونم اینو نشون بدم به دنیا که در ایران چه میگذره، و از طرف روح الله زم باشه این جریان. درسته. قبل از اینکه روح الله زم توسط عوامل جمهوری اسلامی رو بوده بشه، مستند زندگی و فعالیتاشون آیا به پایان رسیده بود؟ اون کاری که شما انجام داده بودید آیا به اون نقطه رسیده بود که در نظر داشتید که به اون مستند پایان بدید، یا همچنان در نظر داشتید که بخش‌های دیگه ای رو به این فیلم اضافه کنید که روح الله رو دزدیدند و پس از خبر روبوده شدن ایشون و متعاقبا خبر اعدام روح الله زم، چه حس و حالی رو تجربه کردید؟ ببینید، وقتی من رفتم از روح الله فیلم گرفتم، توی همون یه هفته‌ای که اونجا بودم، خیلی زیاد با یه آقایی که اسمش وفا نیکفر بود صحبت میکرد، که در مورد زدن یه تلویزیون خیلی بزرگ آمد نیوز باشن و قرار بود اون سپانسرش باشه نیکفر. و واقعا تصمیم گرفته بود روح الله، میگفت داریم میریم اونجا. حتی چیزی که توی فیلم نیومده، حتی وفا نیکفر بهش میگفت که یکی از وزرای اونجا قرار یه مدالی هم به روح الله بده به خاطر افشاگریایی که کرده و به خاطر چند تا ترور رو تو استرالیا گرفته، که واقعا روح الله باور کرده بود تمام این چیزا رو. و قرار بود که دوباره که من باهاش برم استرالیا، اونجا هم فیلم بگیرم. که من برگشتم سوئد، قرار مدار گذاشتیم که 3 هفته دیگه بریم، هی عقب می افتاد این جریان تلویزیون زدن. ولی روح الله خیلی مطمئن بود اون موقع، ولی به خاطر هم من آره میخواستم دنبال کنم زندگیشو و کاراشو. ولی متاسفانه وقتی که روح الله رو، نه جریان تلویزیون که شد جمهوری اسلامی
برنامه تلویزیونی به اسم ایستگاه پایان دروغ از روح الله تهیه کرد که یکی از اون کسایی که جمهوری اسلامی فرستاده بود و به روح الله خیلی نزدیک شده بود تمام مکالمه های که داشتن با همدیگه با ویدیو ضبط کرده بود، فیلم گرفته بود و این یه فیلم در مورد روح الله درست کرد جمهوری اسلامی که روح الله پشت سر همکارای دیگه صحبت میکنه، غیبت میکنه، حرفایی میزنه که اصلا نباید بزنه و این باعث شد که یعنی رژیم کاری کرد که تمام ماها که روح الله رو دنبال میکردیم یعنی که باش همکار بودن یه عده ازش فاصله بگیرن و خب این برنامه جمهوری اسلامی بود که منزویش کنن که موفقم شدن، یعنی خود من دیگه تصمیم گرفتم نرم ازش فیلم بگیرم چون بهش اعتماد نمی کردم اون موقع، یعنی کاملا اعتمادم سلب شده بود به روح الله، نمی دونستم که آیا این خودش هم مال جمهوری اسلامی هست یا نیست، اصلا یعنی حالتی شده بود که من ناراحت بودم که چجوری من خونه اینا یه هفته زندگی کردم، میدونی یعنی خونه کسی بود جمهور نکنه مال جمهوری اسلامی بوده و من اونجا زندگی میکردم. و وقتی که گروگان گرفتنش من واقعا شوکه شدم، یعنی همون روزی بود که جمعه بود یادمه توی صدا سیما ازش مصاحبه که چی بگن بازجویی میکردن، اصلا باورم نمیشد که همچی اتفاقی برای روح الله افتاده. بعدم که فهمیدم که رفته عراق از اونجا دزدیدنش برام اینم خیلی عجیب بود چون همیشه به همه ماها میگفت که اطرافش بودیم، من خودم میخواستم برم یکی از کشورهای نزدیک ایران که گفت اصلا این کارو نکن چون یا میکشنت یا گروگان میگیرنت و این باعث شد که من فیلمو به این شکل ادامه بدم و دنبال کنم که چی شد که روح الله اصلا رفت عراق. بله اتفاقا این مسئله خیلی توجه خود من رو هم در فیلم جلب کرده بود که شما به این موضوع پرداختید که در واقع یک جورایی جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد روح الله زم رو بدزده و خب بخواد بعد از اون هم اون ماجراها رو ایجاد کنه و اعدام روح الله زم، قبل از اون اومد و تلاش کرد که شخصیت روح الله زم رو در واقع تخریب بکنه بین دوستانش و کسانی که بهش اعتماد کرده بودن و مردم. و ما دیدیم بعد از اون روح الله هر چقدر هم دوستانش و اطرافیان قابل اعتمادش بهش میگفتن که نرو به عراق قبول نمی کرد، یعنی با اینکه خودشون شما میگید که و در فیلمتون هم نشون دادید معتقد بودن که نباید به اون کشورها رفت، ولی با این وجود این کارو کردن و رفتن. آیا فکر میکنید که این شما که از نزدیک با ایشون در تماس بودید خب بیشتر شاید زوایای دیگه از شخصیت ایشون براتون روشن‌تر باشه، آیا فکر میکنید که این تخریب شخصیتی یک بخشی از اون عاملی نبود که باعث بشه ایشون بخواد خودش رو ثابت کنه و به عراق بره؟ دقیقاً ببین جمهوری اسلامی کاری که با روح الله کرد اول سعی کرد ترور فیزیکیش بکنه که موفق نشد چون به هر حال محافظ داشت توی فرانسه، بعد از اون سعی کرد زندگی خانوادگیشو به هم بریزه، عکسای مثلا زنای لخت رو میفرستادن برای مهسا خانومش و میگفتن این دوست دختر روح الله است، یعنی و تو طلاق باید بگیر اگه نگیری بچه‌هاتو میکشیم، یعنی یه چیز یک اتفاقی تو زندگی اینا میافته که جمهوری اسلامی اینم موفق نشه زندگی اینا رو خراب کنه که بعد افرادی مثل شیرین و وفا نیکفر و علی رضا اون کسی که ازش فیلم گرفته بود توی زندگی این وارد کرد و این راه سومشون بود دیگه یواش یواش، چون دیدن که وقتی خب روح الله خیلی امیدوار بود، یعنی واقعا با امیدواری میگفتش که من تلویزیون میزنم نایی تا میای با من کار کنی همکاری کنی، وقتی من تلویزیونمو زدم تا این حد مطمئن بود، بعد اینا انقدر بردنش بالا بعد یه دفعه زدنش زمین، بعد خب دیگه تمام امیدش از بین رفت، مردم هم که تنهاش گذاشتن. من یادم خود توی استکهلم یه بار از یکی از بچه ها تظاهرات که داشتم به من گفتم بیا صحبت کن، وقتی که صحبت کردم در مورد روح الله زم که حرف زدم همه ساکت بودن چون هیچ کس اعتماد به روح الله اون موقع نمی کرد، فکر میکردن روح الله از خودشون هست و خب موفق شدن که
اینو چون زمین زده بودن، میخواست روح الله واقعا میخواست خودش رو بلند کنه، میخواست به همه نشون بده که من روح اللهم، میتونم ادامه بدم. و اینا کشوندنش اونجایی که روح الله، یعنی میگم که بزرگش کردن، یه دفعه کوچیک کوچیکش کردن و خودش سعی کرد بلند شه دوباره، که به این شکل کشوندنش عراق متاسفانه. بله متاسفانه جمهوری اسلامی یاد طولایی در تخریب شخصیت افراد و در واقع معترضین و مبارزین و مخالفین خودش داره. وقتی که پدر روح الله محمد علی زم لباسش رو در آورد، لباس به اصطلاح روحانیت رو در آورد به نشانه اعتراض به اعدام روح الله زم، آیا شما در اون زمان با ایشون صحبت کردید؟ بله من با پدر روح الله دوبار صحبت کردم. و چیزی که برای من اینجا مهمه، دوست داشتم ببینم که چه حسی داشتید، چون شما خودتون از افرادی هستید که برادرتون توی فیلم هم بهش اشاره کردید، برادرتون رستم توسط جمهوری اسلامی اعدام شده. چه حسی به شما میداد اینکه جمهوری اسلامی برادر شما رو اعدام کرد و پسر روح الله هم که یکی از در واقع عوامل خودشون بود این کارو با روح الله هم انجام داد؟ بله خب ببین، گفتگوی من و پدر روح الله به این شکل بود که اون زمانی که برادر منو اعدام کردن، هنوز پدر روح الله توی سیستم بود و اتفاقا در مورد این موضوع هم با هم صحبت کردیم. گفتم بهش، گفتم که برادر من تو اون زمان کشتن، پسر شما هم الان، هنوز فکر کنم نه، اون زمانی بود که دستگیرش کرده بودن که ما با هم صحبت کردیم. ما من و شما، درسته که قبلا شما با رژیم بودید، ولی الان هر دومون مثل توی به سوئدی میگن در یه قایق هستیم. تنها چیزی که بین من و شما هست لباس آخوندیتون هست، که اتفاقا گفتش که این لباس خیلی مثل لباس کار هست. بعد یادمه که بعدا وقتی رولا رو اعدام کردن، لباس رو که در آورد، اصلا یه حس خیلی خوبی به من دست داد که انگار حالا یکی هستیم همه ماها. متاسفانه جمهوری اسلامی حتی از خودیا هم نمیگذره، هر کسی که مخالفش باشه بخواد افشاگری کنه میکشه. بله دقیقا اینطوره. چشمنداز و هدف شما ناهیده عزیز از ساخت این مستند در زمانی که شروع کردید به ساخت این فیلم چه بود و زمانی که روح الله زم در طی مسیر ساخت این مستند به اونجایی رسید که روبوده شد و روایت طور دیگه ای شد و در پایان روح الله اعدام شد، در اون زمان که دیگه فیلم رو به یک جهت دیگه ای بردید، اون روایت ابتدایی هدفتون از اون از ساخت اون فیلم چه بود و بعد در نهایت دوست داشتید چه موضوعات دیگه رو به بینندگانتون به مخاطبینتون ارائه بدید و به چه هدفی برسید؟ من زمانی که با روح الله تماس گرفتم، هدفم این بود که یه پورتری از روح الله، از علی جوانمردی، مسیح علی نجات، کسایی که صدای مردم ایران هستن، چون ما میگم که ما صدای مردم ایران رو تو میدیای خارجی نمیبینیم، هر چقدر ما تلاش بکنیم باز کمتر نشون میدن. من میخواستم از اون طریق ایران رو نشون بدم، مردم ایران رو نشون بدم، و خب چون اونا بدون سانسور همه چی رو پخش میکردن. ولی خب متاسفانه بعد از اینکه روح الله رو گروگان گرفتن، داستان فیلم منم تغییر کرد و بدتر از اون چیزی بود که من میخواستم تهیه کنم، چون من میخواستم خیلی مثبت باشه. من وقتی چه روح الله چه علی رو میدیدم، علی جوانمردی، هر دوشون انقدر امید به من میدادن که 3-4 ماه دیگه جمهوری اسلامی میفته، یعنی با اون مدارکی که روح الله داشت مطمئن بود که این اتفاق میفته. و من فکر میکنم به همین دلیل هم زود گرفتنش و کشتن. درست توی فیلم هم من میارم که من که اونجا هستم، یکی از دوستاش زنگ میزنه میگه ناراحت نباش ناهید، وقتی روح الله رو کشتن فیلمت خیلی معروف میشه. که خب همین کسی که به روح الله این حرف رو میزد یکی از جمهوری اسلامی بود، ولی روح الله نمیدونست اینو. روح الله قهقه میخندید، فکر میکرد این دوستشی داره شوخی میکنه، ولی واقعا اتفاق افتاد. بعد از 3-4 ماه که شاید هم بیشتر که من از فیلم برداری من میگذشت، روح الله رو گروگان گرفتن، چون
روح الله یک چیزایی میدونست، افشاگریایی میکرد که جمهوری اسلامی نمیتونست اصلا قبول بکنه و میخواست واقعا بدونه که کیا هستن که به روح الله این اخبار رو میدن. که این نمیدونم توی تلویزیون شما دیدید وقتی بازجویی از روح الله میکردن که اقرار کنه که کارش اشتباه هست، که سعی کردن از روح الله، از زبون روح الله بکشن که کیا بهت کمک میکردن توی ایران، که اصلا نگفت و به خاطر همینم هم کشتنش. و فیلم من اینجوری تموم شد متاسفانه، که آره اینجوری که توی روزنامه های سوئد نوشتن که مثل یه داستان جنایی بود که جلوی دوربین من اتفاق افتاده و واقعا هم همینطور بود. بله دقیقا، و من خودم به عنوان یکی از تماشاگران فیلم شما واقعیت احساس کردم که این فیلم خیلی تاثیرگذار هستش و میتونه تاثیرگذار باشه روی جامعه جهانی، و امیدوارم که جامعه جهانی بیشتر متوجه مشکلات مردم ایران و تمام ترفندهایی که جمهوری اسلامی به کار میبره برای اینکه در واقع سرکوب بکنه همه اعتراض معترضین و مخالفین خودش رو، بیشتر به این مسئله پی ببرن. به هر حال با سپاس از شما هم به خاطر فیلم خوبی که ساختی. آره، این چیزی که خیلی مهم هست، به هر حال آدم از هر کاری که میکنه، هر فیلمی که میسازه هدفی داره، و من هدفم با این فیلم این بود که به خارجیانشون، به اروپا و کشورهای دیگه که اهمیتی نمیدن به ایران و ایرانی، مردم ایران، نشون بدم که جنایت جمهوری اسلامی فقط توی ایران نمیمونه، یعنی الان به کشورهای دیگه هم رسیده. ما هیچ کدومون خودمون رو راحت نمیبینیم، یعنی که مطمئن باشیم که اتفاقی برامون نمیفته، و واقعا رژیم موفق میشه تا زمانی که اروپا پشت ما وایناسه. بله دقیقا همینطوره، و من فکر میکنم که به این هدف نزدیک شدید ناهید عزیز. من سپاسگزارم هم به خاطر فیلم خیلی خوبی که تهیه کردید و کارگردانیش رو انجام دادید، و هم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، پاسخگوی سوالات ما بودید و شرح مفصلی رو داشتیم، تقریبا مفصلی رو داشتیم از فیلم خوب شما پسر ملا. با سپاس از ناهید پرشون سروستانی، تهیه کننده و کارگردان فیلم پسر ملا. منم سپاس گذارم. مرسی. قربان شما. و با سپاس و تشکر از شما بینندگان محترم برنامه نب اعدام، ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. راه های تماس با ما رو روی گیرنده هاتون مشاهده می کنید. منتظر گزارش ها و تماس های شما هستیم. تا برنامه دیگه، روز و روزگارتون خوش. چه چیزی به من داشت؟ من خودم بازی اون خونده هم